سلام بچا فرد میر سعیدی هستم با یه ویدیوی آموزشی دیگه در خدمتتونم در این ویدیو میخوایم بپردازیم راجع به نحوه در واقع میخوایم بپردازیم به موضوع نحوه مقام... موافقت کردن در رایتینگ آیل همون که من داشتم میگفتم مقاومت کردن میخوایم یاد بگیریم که اگر سوال اگری اگری برامون اومد چجوری موافقت اعلام بکنیم آه... در واقع کل این ویدیو به این میپردازیم که چجوری میتونیم با یک, با یک موضوع خاص موافقت کنیم اولین چیزی که باید در این, این زمینه بدونید اینه که برای جواب دادن به این نو سال نیازی به توضیح از هر دو منظر موافق و مخالف نیست اما اگه بخواید میتونید این کار بکنید شما میتونید انتخاب کنید که طرف موافق طرف مخالف یا هر دو طرف موافق و مخالف رو توضیح بدین اما یه نکته ای داره نکتهش اینه که هر کدوم از اینا رو که میخواین توضیح بدین باید ساید خودتون رو مشخص کرده باشین حتی اگه تصمیم به بحث در مورد هر دو طرف دارید باید به وضوح بیان کنید که آیا نظر شما موافقه یا مخالف اینکه ساید خودتون رو دقیقا مشخص کنید خیلی کمک میکنه که نمره تسک اچیومنتتون بهتر بشه یا تسک ریسپانستون توجه داشته باشین که اگه به وضوح طرف موافق یا مخالف رو انتخاب نکنید هر چه قدم خوب بنویسین بازم احتمال اینکه بالاتر از 4.5 بشه وجود نداره به خاطر اینکه عملا نمره تسک ریسپانس رو به کل از دست میدید شما زمانی میتونید تو این دست از سالها نمره خوبی در تسک ریسپانس بگیرین که ساید خودتون رو مشخص کرده باشین بیاید با هم یه سوال رو بررسی کنیم Governments should spend money on railways rather than roads یه گزاره ای مطرح شده اینجا که داره میگه دولت ها باید پولشون رو خرج ریلویز بکنن بیشتر تا اینکه خرج جاده ها To what extent do you agree or disagree? چقدر موافق یا مخالفی؟ به طور خلاصه باید برای سوال بالا موضع روشنی داشته باشین و عملا سه تا گزینه پیش روتون خواهد بود اولین گزینه اینه که موافق باشید با چی موافق باشین؟ با حرفی که سوال زده یعنی ریلویز میتونید کاملا اگری باشید اینجا وقتی اگری هستین عملا شما فکر میکنید بهتره که دولت ها به جای جاده ها برای راهن پول خرج کنن توی یک چنین حالتی فقط از این منظر رایتینگتون رو پیش میبرین و عملا توی دوتا بادی پرگرافی که پیش روتون دارین به دو تا ایده مختلف میپردازین که چرا صرف هزینه برای راهن خوبه اصلا با اون یکی دیگه کاری ندارید حالت دوم اینه که مخالف باشید وقتی مخالف هستین عملا دارید فکر میکنید بهتر دولت ها به جای راهن پولشون رو خرج جاده کنن اینجا فقط به جاده میپردازین و توی دو تا بادی پرگرافی که پیش روتون دارین دو تا ایده مختلف راجع به اهمیت جاده ها و اینکه چرا باید پول خرج اونها بشه می نویسید و تمام حالت سوم اینه که راجع به هر دوش می بنویسین در مورد هر دو نظر موافق و مخالف توضیح میده شما در مورد هر دو طرف می نویسین اما توجه داشته باشین که باید نظر روشن و شفافی در مورد راهن یا جاده داشته باشین یعنی چی؟ یعنی خودتون باید یه انتخابی داشته باشین حالا این انتخابتون میتونه راهن باشه یا جاده اما میتونید راجبه هر دو طرفش بنویسین یعنی از موضع خودتون دفاع میکنید یه پاراگراف هم میپردازید به اینکه چرا اون موضعی که باهاش خیلی ارتباط ندارین طرفدار داره چرا اهمیت داره خودتون میذارید کنار و در ادامه ساختارای احتمالی برای موافقت با یه موضوع خاص رو بررسی میکنیم برای اینکه بهتر متوجه نحوه موافقت بشین برای توضیح هر کدوم از ساختارها همین مثالی که الان با هم زدیم رو بررسی میکنیم حالت اول حالت کاملا موافقه یعنی شما میخواید با ماجرای ریلویز یا راهن خطوط راهن کاملا موافق باشید اگر نظرتون این باشه که راهن اهمیت داره و باید دولت پولش رو خرج راهن بکنه یه همچین ساختاری رو پیش روتون خواهید داشت پاراگراف مقدمتون چجوری میشه؟ سوال رو بازنویسی میکنید نظر کلی خودتون رو بیان میکنید موقع بازنویسی سعی میکنید از کلمات مترادف استفاده بکنید و با این کار به اگزامینر نشون میدید که چقدر لغت های خوب و مرتبطی بلدین سوال رو بازنویسی میکنید و نظر کلی خودتون رو بیان میکنید یعنی سوال هر چی که هست که الان اینجا در مورد ریلویز و رود هستش سوال رو ری می‌کنید میکنید سعی میکنید کلید های مهمش رو پیدا کنید و از دامنه واژگان خودتون تو ذهنتون استفاده میکنید و مترادف میارید توی اوتلاینتون شروع میکنید راجب راهن ایده پردازی میکنید و یه شاخهی میکشید دوتا شاخه میکشین دو تا, می دو تا ایده مختلف ایده هاتون رو هر کدوم رو در یک کلمه خلاصه میکنید اون کلمه ها میشه کیورد بادی پاراگراف اول و کیورد بادی پاراگراف دوم کلمهای که انتخاب کردین رو یک کم فکر میکنید به یک جمله بست میدین بدون مثال توضیح و اویدنس این جملتون میشه بادی پارگ در واقع تاپیک سنتنس بادی پاراگراف اول راجع به این که چرا راهن خوبه و ایده دومتون که بست دادید میشه تاپیک سنتنس بادی پاراگراف دوم که چرا راهن خوبه حالا توی آوتلاینتون به هر کدوم از این ایده ها دو تا ایده مرتبط اضافه میکنید سعی میکنید فکر کنید که الان این ایده ای که گفتین برای بادی پاراگراف بادی پاراگراف اول با چه ایده های مرتبطی میتونید ساپورت کنید و همچنین بادی پاراگراف دوم با چه ایده هایی و سعی میکنید هر کدوم از این ساپورت ها رو با چند تا مثال یا اویدنس سپورتش بکنید ریستیت میکنید و جمعش میکنید میشه بادی پرگراف اول و بادی پرگراف دوم و در نهایت میرسیم به پرگراف آخر که نتیجه گیریه و توی نتیجه گیری شما باید ساید خودتون رو مشخص کنید اعلام بکنید که نظرتون چی بود نظر کلی خودتون رو مجددا بیان میکنید دلایل اصلی خودتون رو ریستیت میکنید دلایل اصلی که توی تاپیک سنتنس بادی پرگراف اول و باری دوم آوردید قبلا اعلام کردم بازم اعلام میکنم یادتون باشه توی کانکلوژن نظر جدید اضافه نمی کنید به هیچ وجه فقط قبلی ها رو ریستیت می حالت بعدیمون اینه که کاملا مخالف باشیم اگه تصمیم داشته باشیم به طور کلی با یه موضوع مخالفت کنید ساختاری که در پیش میگیرید خیلی متفاوت از ساختار موافقت نخواهد بود فقط برعکسش میشه در واقع ساختار همونه فقط موضعتون دقیقا نقطه مقابلشه اینجا حداقل به دو دلیل خوب نیاز دارین که چرا جاده ها اهمیت بیشتری دارن برای این ساختارش به این شکل میشه مقدممون مثل قبلی سوال رو بازنویسی میکنید نظر کلی خودتون رو بیان میکنید اینجا حواستون باشه که در واقع لغت های خوب به کار ببرید و سعی کنید لغات تکراری استفاده نکنید تمام تلاشتون بر این باشه که کلید واجه ها رو پیدا کنید و براشون مترادف استفاده بکنید در نهایت اینکه یادتون باشه توی یک چنین حالتی باید نظرتون رو اعلام بکنید که اینجا نظرتون با مثلا جاد دست اعلام میکنید و در حد خیلی خلاصه چرا جاده مهمتر هستم در حد یه جمله می نویسید و می بندید بادی پرگرافتونو می آیم توی آتلاین به این فکر می کنیم که جاده ها چرا مهمتر هستن شروع می کنیم برای آتلاین توی آتلاینمون مثل قبل شاخه می کشیم یه دونه بادی پرگراف اول یه دونه بادی پرگراف دوم و برای هر کدوم از این بادی پرگراف ها فکر می کنیم ببینیم که در مورد جاده چه ایده هایی میتونیم بیاریم؟ ایده اولمون رو توی یه دونه کلمه خلاصه میکنیم و سمت یه سمت آوتلاین می نویسیم ایده دوممون هم دوباره توی یه کلمه خلاصه میکنیم و نویسیم بعد میشینیم فکر میکنیم ایده اولمون رو به یک جمله بست میدیم میشه تاپیک سنتنس بادی پرگراف اولمون ایده دوممون رو هم, رو هم به یک جمله بست میدیم و میشه تاپیک سنتنس بادی پرگراف دوممون و برای هر کدوم از اینها ایده های سپورت میاریم و مثال دوباره ایده سپورت و مثال ری استیت میکنیم و میبندیم پس این شد مقدمه و بادی پاراگراف ها توی پاراگراف نتیجه گیری چی کار میکنیم نظر کلی خودمون رو مجددا بیان میکنیم دلایل اصلیمون رو خلاصه میکنیم نظر کلیمون چی بود به رود بود و اهمیتش یعنی همون چیزی که تو اینتروداکشن گفتیم یه بار ری میشه دلایل اصلیمون هم یه بار خلاصه میکنیم دلایل اصلی یعنی چیا رو خلاصه میکنیم تاپیک سنتنس بادی اول و تاپیک سنتنس بادی دوم رو ری می میکنیم نگاه میکنیم ببینیم چه کلماتی نوشتیم همونا رو عوض میکنیم یه بار دیگه توی کانکلژن مینویسیم در نظر داشته باشین وقتی سی چل دقیقه وقت گذاشتین و رایتینگتون رو به این نقطه رسوندین احتمال داره که تازه یه ای سری ایده جدید به ذهنتون برسه دستکاری نکنید رایتینگتون رو سعی کنید همون چیزی که نوشتین رو جمع بندی بکنید و کار دیگه که نباید بکنید اینه که به پاراگراف کانکلوژنتون ایده جدید اضافه نکنید بذارید همون قبلی ها بمونه فقط جمع بندی کنید حالت سوم حالتیه که میخوایم به هر دو طرف بپردازیم هم موافق هم مخالف در این حالت شما فکر میکنید که یه طرف خوبه اما در کل طرف دیگه مهمتره یعنی با اون طرف دیگه موافقت بیشتری دارین این یکی هم بد نیست با این زاویه دید پیش میرید که یکیشو موافقین اون یکی رو که کاریش ندارین هم میگین یه سری مزایای داره اما شما موافقتتون رو با یکی اعلام میکنید پس اینجا به یه دلیل خوب برای طرف موافق دارین نیاز دارین یه دلیل خوب برای طرفی که به شما ارتباطی نداره میخواید از زاویه مردم راجبش بنویسین و شما احتمالا باهاش مخالفین توی این مثال مثلا شما احساس میکنید که حمایت از راهن مهمتر از حمایت از جاده است اگر همچین تصوری داشته باشین و بخواین راجب هر دو طرف بنویسین یه همچین شکلی میشه پاراگراف اول سوال رو بازنویسی میکنید نظر کلی خودتون رو میگین نظر کلیتون چی بود به این بود که راهن اهمیتش بیشتره و اینجا سعی میکنید موقع ریستیت کردن لغت هایی که میتونید متفاوت از صورت سوال بیارید به صورت سینونیم انتخاب کنید و بیارید بادی پاراگراف همون چجوری میشه؟ یه بادی پاراگراف میخوایم راجع به چیزی که موافقیم توضیح بدیم. ما با چی موافقیم؟ مثلا با راهن. حالا که با راهن موافقیم، توی اوتلاینمون یه دونه راهن داریم، یه شاخه رود. در مورد راهن سعی می کنیم یه دلیل برای اینکه چرا راهن خوبه بیاریم. اون دلیله رو تبدیلش کنیم به تاپیک سنتنس تاپیک سنتنسمون رو میاریم تو پاراگراف راهن. تاپیک سنتنس رو با دو تا, تا جمله ساپورت حمایت می کنیم برای جمله های سپورتمون مثال میاریم ری استیت می کنیم و جمعش می کنیم. پاراگراف بعدیمون توی آتلاینمو می نویسیم که رود برای رود سعی میکنیم یه دونه ایده اصلی بیاریم که چرا رود مهمه اینجا دیگه به ما ربطی نداره میتونید کلی حرف بزنید که از نظر متخصصین چرا جاده هم اهمیت داره و اون نکتهی که اعلام کردین رو به یک جمله بست میدید و تبدیلش میکنید به تاپیک سنتنس تاپیک سنتنستون رو با جملات ساپورت حمایت میکنید جملات ساپورتتون رو با مثال بست میدید و میبندید توی نتیجه گیری چی کار میکنیم؟ اینجا نظر کلی خودتون رو مجددا بیان میکنید و دلایل اصلی خودتون رو خلاصه میکنید نظر اصلیمون چی بود؟ این بود که توی مقدمه نوشتیم که آقا ما نظرمون به ریل روده ریل وی هستش ریل ویز. پس همین رو ری میکنیم نظرمون عوض نمیشه نظرمون هنوز روی ریل ویزه. و تاپیک سنتنس پاراگراف اول بادی و تاپیک سنتنس پاراگراف دوم بادی رو هم ری میکنیم می‌کنیم عملاً به هر دو نظر اینجا میپردازیم. بعد از اینکه تاپیک سنتنس ها رو هم ری کردیم میتونید با یک جمع بندی کلی ببندین این رایتینگ و تمام یادتون باشه چیزی به کانکلوژن اضافه نکنید موافقت توی رایتینگ یعنی اعلام موافقت تو رایتینگ اصلا کار سختی نیست فقط لازمش اینه که دایره واژگان خوبی داشته باشین ساختار رو هم به خوبی بدونید ساختار هم همین شکلیه که خدمتون عرض کردم سه تا آپشن بیشتر ندارید یا موافق باشین که موافقت رو تو دوتا توضیح بدین یا مخالف یا اینکه هر دوش رو و در نهایت میرسیم به اینکه یک جمع کنم براتون برای جنبندی این درس باید خدمتتون ارز کنم که ما وقتی با سوال ما اگری دیسگری روبرو میشیم برای نوشتنش معمولا سه تا آپشن پیش رومونه میتونیم موافق باشیم میتونیم مخالف باشیم و میتونیم راجع به هر دو بنویسیم توی سناریوی اول که قرار موافق باشیم مثلا توی این سوالی که داشتیم راجبه ریلویز و رود اگه بخوایم موافق باشیم یعنی با گزاره‌ای که سوال مطرح کرده که ریلویز هست الان موافقت میکنیم تو اینتروداکشنمون سوال رو ریستیت میکنیم سعی میکنیم کلمات رو کلماتی که تو سوال هست در واقع کلمات کلیدی رو با کلمات بهتر و متفاوتی جایگزین کنیم نظر خودمون رو اعلام میکنیم که نظرمون در رابطه با اهمیت بهتر بودن ریل هست و یک گریز خیلی کوتاهی راجع به چیزی که میخوایم بنویسیم توی اینتروداکشن میزنیم و میبندیم توی بادی پرگراف ها ما الان میخوایم دو تا بادی پرگراف داشته باشیم که به اهمیت و خوبی های ریلویز بپردازیم و بگیم که چرا باید روی ریلویز سرمایه گذاری بشه توی آتلاینمون سعی میکنیم ایده پردازی کنیم به دو تا ایده متفاوت میرسیم ایده هامون رو در یک کلمه خلاصه میکنیم تو آتلاین مینویسیم هر کلمه ای که نوشتیم میشه کیورد یکی از بادی پرگراف ها کلمه اون رو بست میدیم به یک جمله و میشه تاپیک سنتنس اولی رو میذاریم تو بادی پاراگراف اول دومی رو میذاریم تو بادی پاراگراف دوم و هر کدوم از این تاپیک سنتنس ها رو با سپورتینگ سنتنس سپورت میکنیم و سپورتینگ سنتنس ها رو با مثال و اویدنس همراهی میکنیم ری استیت میکنیم و میبندیم این اتفاق تو بادی پاراگراف اول و بادی پاراگراف دوم میفته در کانکلوژن که عملا جمع‌بندی هستش نظر خودمون رو دوباره بیان میکنیم یعنی آنچه تو اینتروداکشن نوشتیم رو ریستیت میکنیم عوضش میکنیم دوباره مینویسیم و حرفهایی که در مورد نظرمون نوشتیم هم ریستیت میکنیم یعنی چی؟ یعنی تاپیک سنتنس بادی پاراگراف اول تاپیک سنتنس بادی پاراگراف دوم اینا رو هم ریستیت میکنیم هیچ چیز دیگه ای اضافه نمیکنیم نظر جدید اضافه نمی کنیم. این میشه در واقع جنبندی موافقت سناریو دوممون زمانیه که میخوایم مخالف باشیم برای مخالف بودن باید اون یکی گزینه یعنی رودز رو انتخاب بکنیم اینجا دقیقا عین حالات قبلی میریم جلو با این تفاوت که به جای اینکه در واقع ریلویز رو سپورت بکنیم رود رو سپورت میکنیم تو اینترودکشنمون میگیم که با موضوع ریلویز مخالف هستیم و میخوایم راجع به مثلا موضوع راهن صحبت بکنیم ببخشید موضوع رود صحبت بکنیم دلایلمون هم یه گریز خیلی کوچیکی میزنیم در حد یکی دو جمله مینویسیم تو اینتروداکشن به بادی که رسیدیم دوباره میریم رو آوتلاینمون فکر میکنیم به اهمیت رود جاده ها اهمیتش رو در دو تا ایده متفاوت بررسی میکنیم ایده هامون رو توی یک کلمه خلاصه میکنیم هر کلمه رو به یک جمله بست میدیم میشه تاپیک Sentence این تاپیک Sentence ها رو یکیش رو قرار میدیم توی بادی پاراگراف اول یکیش رو قرار میدیم توی بادی پاراگراف دوم این قبلی سپورت میکنیم یعنی برای هر کدومش سپورتینگ سنتنس میاریم مثال میاریم و جمع کنیم برای Conclusion دوباره این قبلی نظری که تو اینترودکشن گفتیم رو ری میکنیم حالا اینجا نظرمون با جاد دست ریستیت میکنیم دلایلمون هم ریستیت میکنیم دلایلمون کدوم ها بود همونایی که توی تاپیک سنتنس بادی پاراگراف اول و بادی پاراگراف دوم گفتیم وقتی که ریستیت کردیم میبندیم و تمام هیچ چیزی به کانکلوژن اضافه نمی کنیم سناریو سوم زمانی بود که میخواید با یه چیزی موافقت اعلام کنید اما به هر دوش میخواید بپردازید مثلا میخواین با ریلویز موافقت کنید اما میخواید به اون یکی هم بپردازید اینجا توی اینترودکشن اعلام میکنید نظرتون رو حتما باید نظرتون رو اعلام بکنید که من میخوام موافقتم با ریلویز هستش و اعلام میکنید که راجع به مزایای ریلویز و جاده میخواید بنویسین حالا اینجا توی آوتلاینتون چیکار میکنید توی آوتلاینتون یه دونه بخش رو اختصاص میدید به ایده پردازی راجع به ریلویز یه دونه بخش رو اختصاص میدید به ایده پردازی راجبه رود حالا ریلویز یا همون خط آهن ایدهتون در یک کلمه خلاصه میشه که چرا خط آهن باید بهش پرداخته بشه اون یه جمله ای که از در واقع کیوردتون بست داد شد یه جمله اون تاپیک سنتنسر رو قرار میدید توی پاراگراف مربوط به ریل رودز با سپورتنگ سنتنس ها سپورتش میکنید با اگزمپل و اویدنس حمایتش میکنید رستیت میکنید میبندید پاراگراف بعدی میخواید به اون چیزی بپردازید که نظرتون نیست یعنی جاده شما نظرتون با جاده نیست اما میاد راجع به اهمیتش از دید کسایی که به جاده اعتقاد دارن صحبت میکنید تاپیک سنتنس تو رو مینویسین سپورت میکنید اگزمپل و و ریستیت در کانکلوجن دوباره نظر شخصی خودتون رو ریستیت میکنید نظر شخصیتون کجا بود همونی که تو اینتروداکشن نوشته شده بود ریستیت میکنید سعی میکنید کلمات متفاوت استفاده بکنید بادی پاراگراف اول و دوم هر کدومش یه دونه تاپیک سنتنس داشتن اونها رو هم ریستیت میکنید به یک قلم دیگه با یک کلمات دیگه مینویسین و تمام این میشه کل در واقع سناریوهایی که پیش روتون هست و میتونید یکیش رو انتخاب کنید و بنویسید امیدوارم که این ویدیو آموزشی براتون مفید بوده باشه تا ویدیو آموزشی بعدی خداحافظی میکنم باتون خدا نگهدارتون